بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور صبري يا عزيز، أصلكم بخير إن شاء الله. خوب باشين وصحتكم خوب باشين وروز بخير گذاشتن باشين. در بحث گذاشته ما راجع به ساختمان صدر آغاز کرده بودیم و بعد هم راجع به مفاصل صدری صحبت کردیم. در صورت که امروز میخواهیم برتون را بکنم و مبحث را که مورد مطالعه قرار میدیم، بلاد سپلای آف تراکسس یا اروای جدارای صدر است. به صورت عموم زمانی که ما بحث از تراکس میکنیم یا بحث از صدر میکنیم، جدارای صدر در حقیقت توسط انتریور ان پوستریور انترکوستال آرتریز اروا میشه. توسط انتریور ان پوستریور انترکوستال آرتریز اروایش صورت میگیره. در حقیقت انشالله بس را کال برتان یادوار میشون، چند دقیقه بعد باز در تصویر دوباره برتان نشانش میدم. صرف شما فعلا یک نظری عمومی بگیرین. اول گفتیم که تمام جدارای صدر توسط انتریور ان پوستریور انترکوستال آرتری اروایشان صورت میگیره. پوستریور انترکوستال آرتری بالعموم از اورتا، از کدام قسمت آورتا؟ از تراسیک آورتا یا ابهر صدری منشأ میگیرد. و انتریور انترکوستال آرتری شعبات انترنال تراسیک آرتری هستند. کوبوس این خود انترنال تراسیک آرتری از سبکلاوین آرتری منشأ میگیرد. شما میبینید یک شریان ما به نام سبکلاوین آرتری داره. سبکلاوین آرتری در حقیقت اطراف اولویرا اروا میکنه. در جریان مسیر خود، در جریان سیر خود، یک شعبه دیگه میته خود سبکلاوین آرتری که به نام انترنال تراسیک آرتری یاد میشه. از انترنال تراسیک آرتری انتریور انترکوستال آرتری منشأ میگیره. پس براتون تکرار میکنم که به صورت عموم صدر توسط انتریور ان پوستریور انترکوستال آرتری ارواش صورت میگیره. یک posterior intercostal artery مستقیماً از ابهر صدری منشأ میگیره و anterior intercostal artery از internal thoracic artery منشأ میگیره. internal thoracic artery از subclavian artery منشأ میگیره. به صورت عموم intercostal arteries اگر شما مشاهده بکنین یا شرائین بین الزولی را اگر شما مشاهده بکنین، به شکل یک ساختمان جالمانند یا به شکل یک بسکت و به صورت عموم ساختمان را تشکیل داده و تمام جدار صدر اروا میکنه. شما در این تصویر ببینید، مثل که پیشتر بر شما یادآور شدم، ما یکی پوستریور انترکوستال آرتری داریم که شما در این تصویر مشاهده میکنین که در مفاصل بین الزولی در خلف صدر قرار دارد. اینا را ما به نام posterior intercostal artery میگیم. خوب واضح مشاهده میکنین که posterior intercostal artery از ابهر منشأ گرفته. این نقاط منشأی posterior intercostal artery است. اما برخلاف از این، anterior intercostal artery را شما مشاهده بکنید. باشه ما وقتی سلاید به صورت خوب واضح بتونید دیده. شما ببینید اول در اینجا یک شریان شما میبینید به نام internal thoracic artery. این subclavian artery است. از سبکلاوین آرتری یک شریان طولانی منشأ گرفته، درست که در پهلوی استخوان استرنوم به طرف پایین ادامه پیدا میکنه، به طرف راست و به طرف چپ، به هر دو طرف، درست. از اینا باز یک تعداد شرائین و شعبات جدا میشن که در فواصل بین الزولی، در قسمت قدامی فواصل بین الزولی موجود میشه. مثلا شما در اینجا ببینید، درست، انتریور انترکوستال آرتری از internal thoracic artery منشأ میگیره. internal thoracic artery باز یکی از شعبات اساسی subclavian artery است. posterior intercostal artery یا شرائین بین الزولی که در قسمت خلفی صدر در مفاصل بین در فواصل بین الزولی قرار داره، در حقیقت مستقیما از thoracic aorta یا از قسمت خلفی thoracic aorta، ببخشید، از قسمت جانبی تراسیک اورتا منشأشان. ادامه میدید درس ما را؟
آلا اکمت واضح تر راجع به پوستیریور پنجاکاستال آرتری در ابتدا مطالعه میکنیم. مثل که پیشتر براتان یادآور شدم که پوستیریور انترکاستال آرتری در حقیقت شراین هستند، مثل از نامش معلوم است، در مفاصل در فواصل بین الزولی که در خلف قرار داره، یعنی فواصل بین الزولی را اگر شما مشاهده بکنید این قسمت قدام است، فاصله بین الزولی یا انترکاستال سپیس شما گفته بودیم که فاصله بین دو زول مجاور به نام انترکاستال سپیس یاد میکنیم، اوی که در قسمت قدامی قرار داره ای انتریور است، اوی که در قسمت خلف قرار داره رو ما به نام پوستریور یاد میکنیم. پوستریور انترکاستال آرتری در حقیقت شراین هستن که در فواصل بین الزولی در قسمت خلفی قرار دارن. از نظر منشی خود بخلاف دو دانه اول که از سوپریور انترکاستال آرتری منشأ میگیره، دیگه تمامیشان از قسمت پوستریور سرفیس آف آورتا منشأ میگیره، به استثنای دو پوستریور انترکاستال آرتری اول که منشأ میگیره از سوپریور انترکاستال آرتری، باقی مانده نه جوره دیگه منشأ میگیره از پوستریور سرفیس آف آورتا و در بعضی کتب از lateral surface یا سطح جانبی هم تذکر داده شده. باید داشته باشیم که نه تنهایی که فواصل بین الزولی را ارائه می کنه، نقاط مختلف و ارگان های مختلف که در داخل صدر در جریان یا در ساحه مورد عبور خود از این شرایین قرار داره، توسط از این شرایین ارائهش صورت می گیره. اما انتریور انترکاستال آرتری بدون کدام استثناء که ما برای پوستریور یاد کردیم و دو دانه اول استثناء کشیدیم، انتریور انترکاستال آرتری تمامیشان بلا استثناء تمامشان از انترنال تراسیک آرتری منشأ میگیرد. انترنال تراسیک آرتری از کجا منشأ میگرفت؟ از سبکلاوین آرتری منشأ میگرفت. گفتیم که از سبکلاوین آرتری یک شعبه طولانی طرف راست و طرف چپ به می شکل، از سبکلاوین آرتری طرف چپ هم یک شعبه طولانی جدا میشه و از هر قسمت از اینا شعبات متعدد منشأ میگیره و در فواصل بین الزولی در قسمت قدامی صدر شرایین سیر میکنه. خب پیشت در اینجا هم دوباره برتان یادآور میشه که انترنال تراسیک آرتری یکی از شعبات بزرگ و اساسی سبکلاوین آرتری است که از او باز شعبات متعدد یک شعبه دیگه ازش من ببخشید شعبات متعدد دیگه ازش منشأ میگیره که در داخل فواصل بین الزولی در قسمت قدام صدر جریان پیدا میکنه. خب در پهلوی از این که ما راجع به انتریور انترکاستال آرتری و پوستریور انترکاستال آرتری صحبت کردیم، یک چیز دیگه را شما باید داشته باشید که زمانی که انترنال تراسیک آرتری که قرار است به شعبات متعدد دیگر در بین فواصل بین الزولی در قسمت قدام صدر تقسیم شود، این انترنال تراسیک آرتری زمانی که از گردن وارد صدر میشه تحت غضاریف عضلای ششم طرف راست و در طرف چپ یک سانتی متر وحشی تر از استخوان استرنوم سیر میکنه و بالاخره در مسافه بین الزولی ششم به دو شعبه دیگه تقسیم میشه. یکی از این شعبات ما به نام سوپریور اپیگاستریک آرتری یاد میکنیم و یکی را ما به نام ماسکولوفرنیک آرتری یاد میکنیم. خوش میکنیم اگه یک تصویر واضح تر دیگه براتون پیدا کرده بتانیم. ببینید شما در اینجا. اگر شما به این تصویر مشاهده بکنید، انترنال تراسیک آرتری زمان که سبکلاوین آرتری منشأ گرفت به طرف سفلی سیر میکنه و وقتی که به فاصله ششم و بین الزولی رسید به دو شعبه تقسیم میشه، یعنی در مسافه بین الزولی ششم زمان که رسید به دو شعبه نهایی یا ترمینال برانچ تقسیم میشه. خب واضح شما میتونید که در این تصویر مشاهده کنید. ببینید شما وقتی که منشأ گرفت به طرف سفلی سیر کرد در فاصله ششم و بین الزولی زمان که رسید بعد دو شعبه نهایی تقسیم میشه. یکی از شعبات به نام سوپریور اپیگاستریک آرتری یاد میشه و دوم به نام ماسکولوفرنیک آرتری یاد میشه.
عین تصویر شما میتونید که عین موضوع شما میتونید که در این تصویر هم مشاهده بکنید که زمانی که انترنال تراسیک آرتری از سابکلاوین آرتری منشأ گرفت داخل صدر در پهلوی استرنوم جریان پیدا میکنه با فاصله ششم و بین زولی که رسید با دو ترمینال برانچ یا با دو شعبه نهایی خود تقسیم میشه. یکی را ما به نام سوپریور اپیگاستریک آرتری یاد میکنیم و دوم ما به نام مسکولوفرنیک آرتری یاد میکنیم. درست است؟ سوپریور اپیگاستریک آرتری و مسکولوفرنیک آرتری یاد میکنیم. در پهلوی از این انترنال توراسیک آرتری یکی خوش آباد داد به فواصل بین زولی، درست است؟ انتریور انترکاستال آرتریز ازش منشأ گرفت. دوم در نهایت دو شعبه دیگه داد که یکی به نام سوپریور اپیگاستریک آرتری یاد میشد و دیگه به نام مسکولوفرنیک آرتری یاد میشد. سوم باید داشته باشین که یک تعداد شعبات دیگه به نام پرفوریتینگ برانچ هم یاد میکنیم. یک تعداد شعبات دیگه هم میده به نام پرفوریتینگ برانچ. پرفوریتینگ برانچ، برانچ یا شعبات در حقیقت از قسمت غضروفی کوستا یا عضلا به طرف بیرون صدر، به طرف جلد صدر بیرون میبره و قسمت جلدی صدر یا جلد که بالای قسمت صدر قرار داره توسط پرفوریتینگ برانچ آف انترنال تراسیک آرتری سپلای میشه. یعنی قسمت قدامی صدر اگر شما مشاهده بکنید اساسی ترین شریان که در اروای از این قسمت رول داره به نام انترنال تراسیک آرتری یاد میشه. از انترنال تراسیک آرتری شعبات انتریور انترکاستال آرتری منشأ میگیره. خب از این خاطر که اینا از این ساحات غضروفی به طرف بیرون و قسمت جلدی صدر بیرون میبره، از این خاطر اینا را به نام پرفوریتینگ برانچ هم یاد میکنیم. به نام پرفوریتینگ برانچ هم یاد میشه. دوم تخلیه وریدی جدار صدر میکنیم. شما میفهمید که هر عضو بدن ما که بر شریان میرسه باید ورید در اون ساحه هم موجود باشه یا به هر قسمت از بدن ما که جریان خون توسط شریان رسونیده میشه باید ورید به خاطر دوباره آوردن وست پروڈکت از اون قسمت موجود باشه. ما راجع به ارتریال سپلای یا سپلای شریانی ترکت صحبت کردیم. فعلا میخواییم راجع به وینس درناژ آف تراسیک وال هم صحبت بکنیم. وینس درناژ تراسیک وال به صورت عموم باید داشته باشیم که جدارای صدر در کدام توسط انترنال تراسیک وین و در خلف توسط ازایگو سیستم آف وین تخلیه وریدیش صورت میگیره. یعنی تمام خون وریدی که در قسمت قدامی صدر انتقال صورت میگیره توسط انترنال تراسیک وین. اگر شما باید داشته باشین گفتیم که قدام صدر اساسی ترین شریانی که در اروای قسمت های قدامی صدر در فواصل بین زولی و میشکل جلد قسمت قدامی رول داشت انترنال تراسیک آرتری نامیده میشد. درست است؟ انترنال تراسیک آرتری نامیده میشد. به میشکل وریده که مسئولیت از این داره که جریان وریدی قسمت قدامی صدر تخلیه صورت بگیره او را ما به نام انترنال تراسیک وین یاد میکنیم. شریانش انترنال تراسیک آرتری و وریدش انترنال تراسیک وین. و در قسمت خلف صدر اگر باید داشته باشین براتون گفته بودم که توسط شعبات که از خود ابهر صدری نشأت میکرد فواصل بین زیلی اروا شده بود. به می شکل میگیم که پوستریور تراسیک وال یا قسمت خلفی جدار صدری جریان وریدیش توسط یک سیستم وریدی به نام ازایگس سیستم آف وینز تخلیهش صورت میگیره که ازایگس وین سیستم در آخر با سوپریور وینیکه و تخلیه ازی واقع میشه یا دوباره تخلیهش در سوپریور وینیکه و صورت میگیره. بعدا راجع به این صحبت خواهد کردیم. شما در این تصویر مشاهده بکنید قسمت قدامی صدر مشاهده بکنید. باز این قسمت قدامی صدر این فواصل بین زولی که در قسمت قدام قرار داره و این فواصل بین زولی که در قسمت خلف قرار داشت. فواصل بین زولی که در قسمت خلفی قرار داره.
قسمت قدامی صدر شما در نظر بگیرین internal thoracic vein. ای وری در طولانی شکل کار ما برتان رسم کردم. ایر ما به نام internal thoracic vein یاد میکنیم. و در internal thoracic vein خون وریدی از قدام صدر معمولا در امیجا یا توسط امی انتقال از این صورت میگیره و نهایتا تمام خون وریدی اطراف اولوی باز با کجا تخلیه صورت میگیره و superior vein cava. قسمت خلفی را که انشالله با دیتیل صحبت فات کردیم شما اینجا مشاهده میکنین ازایگوس وینه ای ازایگوس وینه است درست است و می شکل ای هیمی ازایگوس وینه است و ای هم اکسسوری هیمی ازایگوس وین که باز به صورت عموم ای سه ورید تحت یک سیستم مطالعه میشه پورا ازایگوس سیستم آف وین نگیم که بعدا راجع به صحبت فات کردیم صرف شما بس را که در تکست قبلی در سلاید قبلی ما مطالعه کردیم و صورت عملی ببینیم که جریان واردی خون از قسمت قدام صدر تخلیهش توسط انترنال تراسیک وین صورت میگیره درست واردای متعدد بالاخره به انترنال از فواصل بین نزولی تخلیهش به انترنال تراسیک وین صورت میگیره و در قسمت خلفی تخلیه واردی البته یا جریان واردی توسط ازایگوس یا ارتباط داره به ازایگوس سیستم آف وینز internal thoracic vein خوب بیشتر برتان اینجا یادآوری کردم از اوته internal thoracic vein در قفس صدری هم شریان هم نام خود هم رایی میکنه یعنی در پهلوی internal thoracic artery جریان پیدا میکنه و بالاخره در آخر تخلیه ازی صورت میگیره به طرف superior vein cava درست است و آخرین تخلیه ازی تمام قسم internal thoracic vein و superior vein cava صورت میگیره خب دوم از ازایگوس سیستم آف وینز است ازایگوس سیستم هم مثل که بیشتر در تصویر بر شما یادآور شدم در حقیقت در ترکیب خود کدام وریدا را داره یک باید داشته باشین به طرف راست یک ورید بزرگ و طولانی شکل در داخل صدر قرار داره پور ما به نام ازایگوس وین یاد میکنیم و به طرف چپ دو ورید وجود دارد یکی در هیمی ازایگوس و دیگر به نام اکسسوری ازایگوس وین یاد میکنیم یعنی به صورت عموم ازایگوس وین هیمی ازایگوس وین و اکسسوری ازایگوس وین با همدیگر یک جا این سیستم ازایگوس میسازد سیستم وریدی ازایگوس یک چیز با یاد داشته باشین از نظر کلینیک بسیار یک پوینت کلینیکی مهمی است که در نقاط متعدد و مختلف در حقیقت ارتباطات یا انستوموزس در بین وریدای ازایگوس وجود داره و خوبیشی است که یک سیستم تخلیوی خوب را تشکیل میده فرض ما زمانی که اگر مشکل در inferior vein cava در سیستم تخلیویش موجود باشه یک جای اگر بندش موجود باشه بخاطر موجودیت روابط انستوموتیک یا انستوموز نارمال که در بین سیستم های وریدی ازایگوس و یک تعداد اورده بطنی وجود داره اگر خدای نخواسته در نزد یک شخص inferior vein cava مشکل می داشته باشه و یک ساله بندش برش پیدا میشه یک سیستم تخلیوی بسیار خوب را در صورت بندش inferior vein cava تشکیل میده چون خون یک قسمت از اعضای بدن هم وارد از این سیستم میشه و از طرف دیگه انستوموزس بین این دو سیستم وجود داره بدان بسیار خوب میتونه زمانی که inferior vein cava بندش داشته باشه یک راه تخلیوی معاوضوی به خاطر تخلیه جریان واردی از اطراف سفلی هم حساب شود خب ببینید شما این تصویره مثل که بر شما یادآور شدم که در ازایگوس وین سیستم در حقیقت ما در طرف راست ورید بزرگ داریم که به نام ازایگوس وین یاد میشه مثل که شما در این تصویر میبینیم و ببینیم که اینجا در حقیقت inferior vein cava است و inferior vein cava یک تعداد راههای انستوموتیک با سیستم ازایگوس داره اگر خدای نخواسته یک مشکل در inferior vein cava واقع میشه و پروسه تخلیوی ازی
با داخل اوزاین راست مختل میشه میتونه یک راه معاوضوی بر از او سیستم ازایگس هم باشه. با طرف چپ دو وریدی که مربوط ازایگس سیستم میشه، در بالا وریدی که قرار داره در طرف چپ او را ما به نام اکسسری هیمی ازایگس فعالیت میکنیم و در قسمت پایین وریدی قرار داره ایره ما به نام هیمی ازایگس وین یاد میکنیم. یعنی یکی اکسسوری هیمی ازایگس فینس و دوم هیمی ازایگس وین یاد میشه. خب ابتدا راجع به ازایگس وین صحبت میکنیم. برید که به طرف راست قرار داره، شما دارید تصویر یاد میگیرید. در حقیقت ازایگس وین از محل اتصال رایت اسندنگ لومبر وین با رایت سبکوستال وین با سویه فقره L1 یا L2 آغاز میشه. شما ببینید این ورید را شما مشاهده میکنید، این رایت سبکوستال وین است، درست؟ و این ورید را شما در اینجا مشاهده میکنید خلف از این تصویر، این ورید را شما مشاهده میکنید این رایت اسندنگ لومبر وین است. یعنی از محل یک جا شدن رایت اسندنگ لومبر وین و رایت سبکوستال وین خود ازایگس وین سیستم تشکیل میشه یا آغاز ازی یا آغاز میابه. یک چیز با یاد داشته باشین که بعضی وقتا امکان است که ازایگس وین به شکل یک شاخه یا به شکل یک برانچ مستقیما از انفیریور وین کیو جدا شود و مثلا با یک ورید که از یک جا شدن رایت اسندنگ لومبر وین و رایت سب کوستال وین با وجود نه با اینا یک جا شد و بالاخره به می شکل به طرف صدر به طرف بالا ادامه پیدا بکنه. باید داشته باشیم که ورید از ازایگس در اینجا که از بطن داخل صدر میشه باید از حجاب حاجز یا از دیافرام بگذره. اگر شما بس باید داشته باشین inferior thoracic aperture وقتی که برتون یاد میگفتم راجع به انفیرو تراسیک اپرچور وقتی که بحث کردیم گفتیم که انفیرو تراسیک اپرچور توسط دیافرام یا حجاب حاجز بسته نگهداری شده، اما یک تعداد ساختمان ها از بعض سه فوقی اساسی که در داخل دیافرام وجود داره از صدر به بطن داخل میشه و یک تعداد ساختمان ها از بطن به طرف صدر داخل میشه. از ازایگس وین هم یکی از وریدهایی است که بعد از عبور از اورتیک هیاتوس دیافرام عبور میکنه و وارد صدر میشه، در پوستریور میدیاستینوم یا در میدیاستینوم خلفی جریان پیدا میکنه و بالاخره با سوپریور ونیکیوا در ارتباط میشه، با سوپریور ونیکیوا در ارتباط میشه. شما میبینید این تصویر میبینید این سوپریور ونیکیوا است که انشاءالله در بحث سوپریور ونیکیوا خواهد فهمید که left brachiocephalic vein همراه با right brachiocephalic vein یک جا میشه و superior vena cava را میسازد. به می شکل ازایگس وین هم که خون واردی را آورد در آخر به superior vena cava تخلیه میکنه و superior vena cava باز تخلیهش در کجا صورت میگیره؟ در اوزین راست اساسا تخلیه میشه، درست است؟ خب ریزابه یا ورید های کوچک که در این جریان در داخل سیستم ازایگس میشه کدام ورید هست؟ اول باید داشته باشیم که رایت سوپریور انترکوستال وین داخلش میشه. در این تصویر مشاهده بکنین، این ورید را شما مشاهده میکنین رایت سوپریور انترکوستال وین است. البته در رایت سوپریور انترکوستال وین تخلیه وریدی posterior intercostal vein معمولا یکی دو posterior intercostal vein در اون معمولا تخلیش صورت میگیره و بعد اونو باز تخلیه میشه در ازایگس وین. دوم باید داشته باشیم که اوردای بین زولی یا وریدایی که در بین مفاصل یا در intercostal space قرار داره در قسمت خلف از چهارم گرفته تا به یازدهم به طرف راست تمامشان شما میبینیم که تخلیش در کجا صورت میگیره؟ در ازایگس وین مستقیما تخلیه میشه، تمامشون در ازایگس وین تخلیه میشه، درست است؟ از طرف دیگه شما اینجا ببینید این ساختمان که در طرف چپ بود قسمت اولوی ایره ما با نام اکسسری ازایگس گفتیم که اکسسری ازایگس هم در آخر تخلیش در کجا صورت میگیره؟ در ازایگس وین. به می شکل هیمی ازایگس وین در کجا تخلیه میشه؟
در ازایگسفن، یعنی به صورت عموم ما در ازایگسفن سیستم راجع به ازایگسفن صحبت کردیم، اکسسری هیمی ازایگسفن صحبت کردیم و هیمی ازایگسفن صحبت کردیم. هیمی و اکسسری ازایگسفن هر دوی از اینا تخلیش در کجا صورت میگیره؟ در ازایگس ونس سیستم تخلیشان اساسا صورت میگیره. در پهلوی ازی بیاد داشته باشیم چون داخل صدر است، وریدای ازوفاگس هم در اینجا تخلیه صورت میگیره، یعنی ازوفاجیال وین از میدیاستینوم یا از منصف هم تخلیه صورت میگیره، میدیاستینال وین در داخل ازایگس وین، پریکاردیال وین تخلیه صورت میگیره و رایت برانکیال وین اساسا در ازایگس وین تخلیه میشه. ورید دیگه را که شما مشاهده میکنین دیگه به نام هیمی ازایگس وین یاد میکنین، به نام هیمی ازایگس وین. هیمی ازایگس وین بعضی وقتا به نام انفریور هیمی ازایگس وین هم در بعضی از کتب یاد میکنیم، چون ببینیم در طرف راست یک ورید مکمل است، یک ورید مکمل است، درست که سفلی و طرف عضوی ادامه پیدا میکنه و بالاخره تخلیش در سوپریور ونیکه و صورت گرفته. این ورید ما به نام ازایگس وین گفته بودیم، اما به طرف راست ببینیم نصف دریجه قطع شده، درست در این قسمت نصف بالایی و دریجه هم نصف پایینی است. از این خاطر ما این inferior hemi ازایگس وین هم یاد میکنیم که به طرف چپ وجود دارد. ازایگس وین گفته بودیم که از یک جا شدن right subcostal vein و right ascending lumbar vein یک جا شده بود. hemi ازایگس هم میگیم که از یک جا شدن left ascending lumbar vein، درست است، و left subcostal vein، یعنی از یک جا شدن left ascending lumbar vein همراه با left subcostal vein، left subcostal vein همراه با left ascending lumbar vein یک جا میشه و طرف بالا ادامه پیدا میکنه. این را ما به نام hemi ازایگس وین یاد میکنیم. خب باید داشته باشیم که ورید hemi ازایگس هم از طریق aortic hiatus خود دیافرام یا حجاب حاجز عبور میکنه، داخل صدر میشه، مثل ازایگس وین در پوستریور میدیاستینوم سیر میکنه و در قسمت سویه فقره T9 وقتی که رسید به این قسمت، وقتی به سویه فقره T9 رسید در اینجا به طرف راست دوباره دور میخوره یا ستون فقرات میگذره و با ازایگس وین تخلیه صورت میگیره. یکی از سوالایی که معمولا از شما صورت میگیره پرسان میکنن این است که هیمی ازایگس وین یا انفریور هیمی ازایگس وین در حقیقت در کدام ساحه یک جا میشه با ازایگس وین؟ شما میگن که زمانی که به دیسک نهم صدری رسید به طرف راست دور میخوره و بعد از دور خوردن از به طرف راست از سطح ستون فقرات به در خلف خود در پوستریور میدیاستینوم مسیر خود در به طرف راست ادامه میده و بالاخره با ازایگس وین سیستم در ارتباط میشه. خب ریزابایی که در این جریان داخل هیمی ازایگس وین میریزه در حقیقت 4 یا 5 پوستریور انترکاستل وین است، مثل که شما در تصویر میبینین 4 یا 5 انترکوستال وین که در قسمت خلفی قرار داره، سفلی قرار داره، البته طرف چپ، اینا داخل هیمی از انفریور هیمی از ایکس وین میریزه. وریدای قسمت سفلی میری داخل هیمی از ایکس وین میریزه، یعنی ازوفاجیال وین و همچنان میدیاستینال وین هم تخلیش داره میجه صورت میگیره. ورید دیگه را که ما مورد مطالعه قرار میدیم در حقیقت اکسسری هیمی ازایگس وین است که در بعض از کتب به نام سوپریور هیمی ازایگس وین هم یاد میشه، چون در قسمت عروی قرار داره، این که در قسمت سفلی قرار داشت در اکثریت کتب به نام انفریور هیمی ازایگس وین یاد میشه، اما این که در قسمت سفلی عروی قرار داره طرف چپ به نام سوپریور هیمی ازایگس وین هم یاد میشه. البته این برید از قسمت عروی پوستر میدیاستینوم تا سویه فقره T8 نزول میکنه و در این سویه ستون فقرات، یعنی در T8 ایره بیشتر گفتیم که inferior hemi ازایگس وین در T9 عبور میکنه، درست در توراسیک نهم عبور میکنه و superior hemi ازایگس وین یا accessory hemi ازایگس وین در T8 یا در توراسیک هشتم در فقره یا برابر با فقره توراسیک هشتم عبور میکنه و با ازایگس وین ارتباط پیدا میکنه.
ریزابای که به داخل ورید اکسسوری هینی از اگس میریزه در حقیقت اوریده پوستیرر انترکاستال است یا پوستیرر انترکاستال بین چهارم تا هشتم است. در پهلوی ازی بعضی از اوقات لفت برانکل وین هم داخلی وریدیش صورت میگیره در اکسسوری هینی از اگس بین. اکسسوری هینی از اگس بین به سویه تی هشت امرابا از اگس بین یک جا میشه و inferior hemiazygosphene یا hemiazygosphene با سویه فقره T9 همراه با ازایگسفن یک جا میشن. البته هر دوی از یا در posterior mediastinum سیر خود را به پیش میبرن. درست است؟ خب این موضوعاتی است که قبلا راجع به این بحث کردیم کدام واریدایی که مثلا در جریان با داخل ازایگسفن و hemiazygosphene میره شما در این تصویر مشاهده میکنید. درست است؟ یعنی به صورت عموم اگر کسی راجع به تخلیه وریدی صدر صحبت میکنند ما میگیم قسمت قدامی صدر تخلیه وریدیش توسط انتریور انترکاستال وین صورت میگیره و از قسمت خلفیش توسط ازایگس سیستم. در ازایگس وین سیستم یکی ازایگس وین شامل است، یکی اکسسری هیمی ازایگس وین شامل است و یکی هیمی ازایگس وین یا در بعضی کتاب ها ازایگس وین، سپریور هیمی ازایگس وین و انفریور هیمی ازایگس وین هم برش نوشته شده. سپریور هیمی ازایگس وین در سایه برابر با دیسک یا فقره هشتم صدری میگذره، درست است، کراس میکنه به طرف ازایگس وین تخلیه صورت میگیره و هیمی ازایگس وین با سویه G9 البته و طرف راست کراس میکنه و بالاخره همراه با ازایگس سیستم ازایگس وین یک جا میشه. بس داخلی وریدی صدر در اینجا پایان میرسه. در درس امروز ما راجع به اروای شریانی صدر صحبت کردیم. به صورت عموم گفتیم ما یک انتریور انترکوستال آرتری داریم، یک پوستریور انتریور انترکوستال آرتری. تمامشان از کجا منشأ می گرفت؟ از انترنال تراسیک آرتری. انترنال تراسیک آرتری از کجا شعبه گرفته بود؟ از سبکلاوین آرتری. و قسمت خلفی پوستریور گفتیم که پوستریور انترکوستال آرتری با استثناء دو پوستریور انترکوستال آرتری اول و دوم دیگه تمامیشان از ابهر منشأ می گرفت و بعدا راجع به تخلیه وریدی صدر هم صحبت کردیم. انشاءالله در درس روز آینده ما راجع به تخلیه لنفاوی جدار صدر انشاءالله صحبت خواهد کردیم، راجع به تاثیر جدارهای صدر هم اگر وقت بود انشاءالله صحبت میکنیم و بعد از اون ساختمان های اساسی را که در داخل جوف صدر قرار داره یا در تراسی کبیتی قرار داره مورد مطالعه قرار میدیم. چون ما در روز اول هم گفتیم که یکی ما جدارای صدر مورد مطالعه قرار خواهد دادیم، دوم محتویاتی که در جوف صدر قرار داده مورد مطالعه قرار میدیم. وقت خوش براتون میخوایم، موفق باشیم.